با نام خدا، با یکی دیگه از فیلم های آموزشی رایگان سایت خانه مطلب در خدمت شما عزیزان هستیم. قرار در این فیلم یکی دیگه از قسمت های بسته آموزشی رایگان تحلیل پوششی داده ها رو در کنار همدیگه آموزش ببینیم. بحث ما در این فیلم آموزشی بحث کارایی یا افیشنسی در بحث تحلیل پوششی داده ها هست. خب، محاسبه میزان کارایی در گروه هایی که عمل کرده یکسانی دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر واحدها میبایست با گذر زمان میزان عملکرد خود را به سطح قابل قبولی افزایش داد. اولین قدم برای این بهبود آگاهی از سطح فعالیت فعلی است. این شناخت کمک می کند تا هر واحد از وضعیت موجود خود آگاه شده و با توجه به وضعیت فعلی با اتخاذ روش مناسبی بتواند به سطح بهتر و قابل قبولی از فعالیت و کارایی دست یابد. خب، ما توی هر سیستم تولیدی یا بخش های دیگر که می خواهیم تو بحث DA مورد بررسی قرار بدیم، یه سری اینپوت داریم، یه سری اوتپوت داریم. کارایی میشه چی؟ کارایی میشه مجموع اوتپوت های وزدار شده یا مجموع وزدار خروجی ها تقسیم بر مجموع وزدار ورودی ها. میشه کارایی هر گزینه ما، یعنی واحد decision making unit، واحد تصمیم گیری کارایی ما میشه چی؟ مجموع وزدار خروجی ها تقسیم مجموع وزدار ورودی ها. این میشه واحد کارایی. یکی از ساده ترین مدل ها واسه محاسبه کارایی و در واقع اون رتبه بندی گزینه هایی که در اختیار داریم بر اساس DEA. خب بریم یه چند تا مثال تو اکسل با هم دیگه حل کنیم، کاملا آشنا بشیم به بحث کارایی و اینکه چه شکلی میتونیم از این مورد برای رتبه‌بندی گزینه هامون استفاده کنیم. خب، شما فرض کنید که یک کارخونه ای دارید، چند تا شعبه داره. درسته، یک کارخونه ای دارید، حالا یک کارخونه وجود داره، میخواید شعباتتون رو کاراییشون رو بسنجید. خب، یکی از ورودی هایی که ممکنه واسه هر کدوم از شعبه باشه تعداد کارمندش باشه. به طور مثال شعبه یک تعداد کارمندش 5، بعدی 4، بعد 3، 4 به همین ترتیب. حالا این اطلاعاتی است که ما همینجوری فرضی گذاشتیم. بعدی چیز خروجی ماست، میزان فروش اون شعبه است، این تعداده. مثلا فرض کنید حالا شعبه یا نمایندگی یکی از خودروسازهای ما باشه، مثلا 2 واحد فروخته در روز، این 3 واحد فروخته، این تعداد واحد هستش. پس میزان کارایی ما می شود چی؟ خروجی تقسیم بر ورودی. آیا ما توی این سیستم تصمیم گیریمون فقط این ورودی و این خروجی و این ورودی داریم؟ خیر، این یک مثاله. هر تعداد ورودی و هر تعداد خروجی که تصمیم گیرنده بخواد میتونه در بحث DEA در نظر بگیره. حالا ما داریم یک مثالی میزنیم که یک خروجی داره، یک ورودی. خب ببینید، برای اینکه تو مباحث ادبیات، مورد ادبیات علمی این تحلیل پوششی دادیات میگن که بهتره که حد اکثر میزان کارایی یک باشه. بنابراین ما وقتی این ستون رو تقسیم بر ماکسیموم مقدار این ستون که این مقدار هست بکنیم، تمام اعداد بین 0 تا 1 خواهند بود که مسلما این بیشترین کارایی داره. یعنی الان از نظر بحث میزان کارایی شعبه جی از همه بهتر هست، بعد شعبه بی، بعد شعبه ای، بعد شعبه دی و اف مساوی هستن و بعد شعبه ای و بعد شعبه سی. به این بهره‌وری هم گفته می شود، ولی ما اصولا با همین افیشنسی کار داریم دیگه. خب حالا همین نقاط اگه شما روی نمودار بکشید که ایکساتون ورودی هست، ایگرگاتون خروجی هست، شما تو بحث DEA به صورت دیفالت
دوست دارید که، یعنی در واقع دیفالت دیه این رو در نظر میگیره که ورودی ها هر چقدر کمتر باشد بهتر است، خروجی ها هر چقدر بیشتر باشد بهتر است. حالا یکی ممکنه بگه من ورودیم طوریه که برعکس، اینه هر چقدر بیشتر باشه بهتره. اینو یک معکوس سازی بکنید، یادتون باشه در بحث های دیه ما ورودیمون بر مبنای این است که هر چقدر کمتر باشه بهتره، خروجیمون هر چقدر بیشتر باشه بهتره، درسته؟ خب بنابراین در کل ما دنبال این هستیم که خروجی بیشتری داشته باشیم، یعنی بین این گزینه ها اینم که یه خط رگرسیون نسبت به مبدأ مختصات هست دیگه، اینم خط رگرسیون، یعنی ما نسبت به این کل این نقاط ماست دیگه، این خروجی این ورودی، نقاط رو که رسم کنید ما دوست داریم اون نقطه ای انتخاب میشه برای ما که بیشترین فروش رو داشته باشه، که مسلما این خواهد بود، درسته؟ که ما در این حالت افیشینت فرونتیر ما یا جبهه کارایی ما به این ترتیب خواهد بود، یعنی ایدئال، مرز ایدئال، مرز کارایی ما این خواهد بود، یعنی تمام شعب ایدئالشون اینه که به این برسن. در واقع از همینجا رتبه‌بندی میتونیم مشخص کنیم دیگه، هر گزینه یا نقطه دیگه‌ای که فاصلش نسبت به جی یا این خط کارا کمتر باشه میشه گزینه بعدی. حالا اون بعد محاسبه کرد، شاید مثلا این اف بود دیگه، درسته؟ نه، نقطه B بود، نقطه B حالا نسبت به این افیشنت فرونتیر فاصله باید کمتری داشته باشه طبیعتا. خب این از این. برای مبحث بعدی شما فرض کنید که حالا ما همون مثال رو میخوایم حل کنیم با دو ورودی و یک خروجی. حالا ورودی های ما تعداد کارمند هست و مساحت اون شعبه، خروجی ما فروشش هست. خب ما دو حالت داریم، یه حالت میتونیم این رو در نظر بگیریم output به input، یه حالت میتونیم در نظر بگیریم input تقسیم بر output. الان چه حالتی رو در نظر گرفتیم؟ input تقسیم بر output، یعنی ورودی تقسیم بر خروجی. همونطور که گفتم ورودیمون میخوایم کم باشه، خروجیمون هم میخوایم ماکسیموم سازی باشه، در نتیجه کسرمون میخواهیم مینیموم بشود دیگه، درسته؟ اینم که مشخصه دیگه، ورودی تقسیم بر خروجی. پس این نقاطی که ما ایجاد میکنیم دو بُعد خواهد داشت، بُعد اولش کارمند تقسیم بر فروشه، بُعد دومش یا محور ایگرک هاش کارمند در واقع، البته اینجا یک اشتباهی رخ داده، در واقع مساحت تقسیم بر فروش است، یعنی ورودی هامون کارمند تقسیم بر فروش، بعدی مساحت تقسیم بر فروش. حالا به نظر شما کدوم یکی از اینها بهتر خواهد بود؟ ببین ناکن الان ما کسر رو داریم دیگه، مساحت تقسیم بر فروش، خب مساحت هر چقدر کمتر باشه بهتره، فروش هر چقدر بیشتر، خب مسلمه دیگه، پس کل کسر هر چقدر کمتر باشه بهتره. پس نقطه ایدئال ما کجا خواهد بود؟ صفر و صفر. حالا شما باید چک کنید مرز کارا رو که میخواین چک کنید، یعنی به دست بیارید، مرز کارا میشود آن نقاطی که توسط بقیه گزینه ها غلبه نشود. یعنی چی؟ الان این بی مگه کمینه سازی نیست؟ هم تو محور ایکس هم تو محور ایگرگ ها کمینه سازی است، پس بر این ناحیه داره غلبه میکنه. این چطور؟ بر این ناحیه داره غلبه. پس بی مغلوب شد توسط ای. آ چطور؟ پس ای هم مغلوب شد. اف چطور؟ اینم پس مغلوب شد. سی چطور؟ ای مغلوب شد. جی چطور؟ ای مغلوب شد. اچ چطور؟ بی مغلوب شد. دی چطور؟ سی و جی مغلوب شدن. اف چطور؟ آ مغلوب. پس اونهایی که مغلوب نشدن کدوما بودن؟ اف و دی و اچ، چون مثلا مینیموم سازی دیگه. پس این میشه مرز کارای ما، این میشه مرز کارای ما. خب پس نقطه ایدئال هم این است. حالا ما میخوایم بحث کارایی رو از لحاظ نموداری بسنجیم. حالا مثلا من میخوام برای نقطه جی کارایی این نقاط الان یکی دیگه، چون رو مرز کاران الان گزینه‌ها یا شعبات F, D و H میزان کاراییشون یک. حالا فرض کنیم من میخوام جی رو بسنجم، برای محاسبه جی یک خط وصل میکنم
از جی به نقطه ایدال من که صفر و صفر هست. حالا من دو تا فاصله دارم، یکی از جی به صفر، یکی از جپرین به صفر. جپرین چیست؟ نقطه تقاطع بین این خط و مرز کارا. حالا میزان کارایی میشه چی؟ میزان کارایی من میشه فاصله اتصال مرز کارا تا نقطه ایدال تقسیم بر فاصله نقطه اصلی تا ایدال. واسه همین هم از اگه نقطمون اینجا بود، چون جفتش برابر میشد میشد یک. پس نقاطی که رو مرز کارا هستند میزان کارشون یک خواهد بود، و نقاطی که در واقع خارج از، یعنی داخل مرز کارا یا محدوده کارای ما هستن، یعنی در این منطقه هستن، به اساس این فرمول حساب میشه. دوباره تکرار میکنیم، میزان کارایی میشه چی؟ میزان نقطه اتصال، میزان نقطه یا فاصله نقطه اتصال آن خط تا ایدال تقسیم بر فاصله اون نقطه تا ایدال. به این ترتیب میزان کارایی محاسبه میشه. حالا یک مثال دیگه میزنیم، همون شعبات رو داریم، یک ورودی دو تا خروجی. حالا میخوایم بر اساس اوتپوت اینپوت در واقع در نظر بگیریم. پس یکی از اینها میشه فروش کارمند، یکی دیگه میشه درآمد کارمند. تقسیم دیگه، نمودارشو میکشیم، نقاطش رو رسم میکنیم. خب بر اساس این الان فروش کارمند دیگه، خب فروش هرچقدر بیشتر باشه بهتره، کارمند هرچقدر کمتر باشه بهتره. خب پس کسرمون هرچقدر بیشتر باشه بهتره، این به سمت ماکسیموم سازی، این هم به سمت ماکسیموم سازی. پس اینجا میشه نقطه ایدئال ما. دوباره چک میکنیم، میخوایم مرز کارا رو چک کنیم. خب از اینجا شروع میکنیم، دی بر این ناحیه غلبه میکنه، چون ماکسیموم سازی سی، اینا همه کوچکتر از دی هستن. اف چطور؟ اینجا. پس دیر هست شد. سی چطور؟ سی هم اینجا غلبه میکنه. بی چطور؟ اینجا. سی هم هست شد. آ چطور؟ اینجا. بی و اف هم هست شد، چون تو ناحیه غلبه آ قرار میگیرن. ای چطور؟ اینجا. پس ای و آ موندن، این دو نقطه، هیچ نقاط دیگری بر این دو نقطه غلبه نمیکنن. پس مرز کارای ما به این ترتیب هست. حالا دوباره میخوایم در واقع میزان کارایی اینو حساب کنیم. فرض کنیم برای B میخوایم میزان کاراییش حساب کنیم، میشه چی؟ میشه حالا یه خطی اگه از اینجا به اینجا وصل کنیم، این نقطه اتصالش بشه، میشه فاصله از اینجا تا اینجا تقسیم بر فاصله از این نقطه تا این نقطه. این میشه میزان کارایی. این از لحاظ نموداری بود، ولی حالا به صورت ریاضی و اون فرمولی که تعیین کردیم، حالا هر چند تا اینپوت و هر چند تا آوتپوتی که داشته باشید، ما دو تا اینپوت داریم، تعداد کارمند، مساحت، دو تا اوتپوت داریم، فروش و درآمد. یعنی حالا چند میلیون فرض کنید، یا چند ده میلیون درآمد داری، یا چند صد میلیون درآمد داری. این هم وزن نیست که ما برای هر کدوم از این اینپوت و اوتپوت ها مقایل میشیم. لزومی ندارد، وحی منزل نیست که حتما جمعش بشود یک، ولی اگر بشود یک استانداردتر است. خب گفتیم چی میشه؟ گفتیم ما میشه مجموع وزدار خروجی ها تقسیم بر مجموع وزدار ورودی ها. مجموع وزدار خروجی ها میشه چی؟ اینجا نمیشیم دیگه، یعنی یک ضرب در سه دهم به اضافه سه ضرب در چهارده هم اینجا به دست. درسته؟ به همین ترتیب واسه بقیه گزینا. مجموع وزدار ورودی ها میشه چی؟ یک ضرب در یک دهم به اضافه چهار ضرب در دو دهم. حالا واسه بقیه هم همینجوری به دست میاد دیگه، یعنی واسه بقیه مثلا 1 ضرب در 1 دهم به اضافه 6 ضرب در 2 دهم. به این ترتیب حالا میزان کارایش میشه چی؟ WO تقسیم WI. به این ترتیب گفتیم که دوست داریم حد اکثر مقدار میزان کاری یک باشه، پس بنابراین تقسیم بر ماکسیمومش میکنیم، یعنی یک تبدیل وضعیت میکنیم که حد اکثر میزان کارمون یک باشه. به این ترتیب این میزان کارایی بر اساس این ورودی ها و این خروجی ها و این وزن ها به دست میاد. یعنی الان گزینه جی ما بهترین گزینه است، بهترین شعبه است، و بعد ای هست، و ببخشید و بعد اچ هست، و بعد ای هست، و بعد بی، اف، دی و ای و سی خواهد.
حتی اینا خیلی 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 تاثیر داره به این وزنهایی که شما قائل میشید. یعنی چی؟ مثلا من فرض کنم مثلا اینجا بذارم 8 دهم، یعنی تاثیر میذاره، یعنی رتبه بندی رو ممکنه تغییر بده این وزنهایی که شما برای هر کدوم از این اینپوت و اوتپوتاتون قائل میشه. فرض کنم مثلا فروش من بنویسم 100، این اصلا کاملا تغییر میکنه. یا مثلا من اینو بذارم همون در واقع 0.3 بذارم، مثلا تعداد کارمند از نظر من خیلی مهم باشه، مثلا بذارم 1، یعنی اصلا برعکس میشه، یعنی شعبه ای شما از همه کارایش بیشتره. خب این بود از بحث کارایی. یعنی چی؟ یعنی ما با اینپوت های کمتر دنبال اوتپوت بیشتر هستیم. البته مدل های ریاضی وجود دارن که اینها رو میتونیم در DEA حل کنیم، مدل CCR و مدل BCC هستش که ما هر دوی اینها رو تو فیلم های بعدی رایگانمون آموزش خواهیم داد. نیازی به این محاسبات دیگه نداریم و اونها رو به صورت برنامه حل میکنیم تو مطلب، یعنی فقط ورودی میدید و خروجی میدید. این یک آموزشی بود که به صورت تئوری یاد بگیرید که بحث کارایی در تحلیل پوششی داده ها یعنی چی و به چه شکل است. امیدوارم از این فیلم آموزشی بهره کافی رو برده باشین. فعلا خدا نگهدار.